سلام، مرز فیروز هستم. به کانال معمار خوب خوش اومدید. تقریبا پلان طبقه اول ما تکمیل شد. پنجره ها و درها رو همه رو جانمایی کردیم. حالا میخوام در پلان همکف در پارکینگ رو قرار بدم و رمپا رو طراحی کنم. از قسمت نویگیتر روی همکف یا روی گراند فلور کلیک میکنم. در واقع باید دبل کلیک کنید تا طبقه همکف رو نمایش بده. از این قسمت روی دور کلیک میکنم، از قسمت تول باکس و از اینجا ستینگش رو باز میکنم. روی لینک گاراژ دور کلیک میکنم و در مورد نظرم رو انتخاب میکنم. برفض این در رو انتخاب میکنم. تو قسمت پریویو ان پوزیشن عرض در رو 3 متر. البته بهتره که عرض در از 3 متر بیشتر باشه، یعنی 3 و 20 در نظر بگیم که بازشوی مفیدش بر ما 3 متر باشه. پس 3 و 20 رو تایپ میکنم. ارتفاع درم حدودای مثلا 2.20 به بالا باید باشه، چون دیگه سرگیری برای هیچ ماشینی حتی شاسی بلندم نداشته باشه. پس میتونیم 240 ارتفاعشو در نظر بگیریم. فاصلش از کفم باید 0 باشه و از این قسمت گاراژ دور ستینگ رو باز میکنم. اینجا ببینید روی نوار کلیک میکنم و از اینجا روی اولین گزینه سایز اند تولرنس کلیک میکنم. مفید بازشو رو این عدد 4 هست، یعنی لنگه های بازشوی در ما از لحاظ ارتفاعی عدد 4 هست و اینجا هم افقیش هم عدد 4، یعنی 4 رو ما باید عرض و ارتفاعشو ببینیم. عرضش اینجا 3 متر و 10 هستش، پس ما میتونیم اینو 3 و 10 بذاریم که ارتفاعش هم که حالا خیلی مهم نیستش، 2.40 کافیه. و اینجا ببینید مفید بازشوی ما 3 متر میشه. 3 و 10 بس عرض بازشویی که تو دیوار باید اجرا هستش. روی این فلش کلیک میکنم. اینجا میگه این لنگه ها هر کدوم 50% باشه، یعنی هر لنگه 1.5 متر هستش، اوکی هستش، یعنی در دقیقه وسط باز بشه. اینجا میتونید دستگیره براش انتخاب بکنید، برای در پارکینگ میتونیم از این دستگیره ها انتخاب کنیم. و از این قسمت میتونیم شکل در رو انتخاب کنیم، مثلا این تیپ رو انتخاب میکنم یا مثلا اینا، فرقی نمیکنه، هر کدوم دوست داشت. این شیشه هم داره، اینا کاملا بسته هست، میتونیم این تیپ انتخاب کنیم. اینجا تو 3D رو حالت فول قرار میدم و دو بعدیش هم به صورت اسکیل سنسیتیو باشه. روی این فلش کلیک میکنم. با اینا خیلی کاری نداریم تا جایی که برسیم به قسمت متریال. اینجا هم میگه قسمت افقی عمودیش قطعاتش چند تایی باشه، یعنی این مربع ها و مستطیلایی که داخل در برای فرمش ایجاد کرده، اینکه انتخاب کنید چند تایی باشه عمودی افقیش، میتونید این عددها رو تغییر بدید. من تغییرشون نمیدم. اینجا هم که مربوط به محل قرارگیری هندل یا دستگیره هست و با هندل یا دستگیره اینجا میتونید تیپشو تغییر بدید. دوباره این فلش کلیک میکنم. اینجا حتما این تیکو میزنم و این تیکو برمیدارم. دوباره این فلش کلیک میکنم. خب ما رسیدیم به اینجا که متریال درمون هستش. روی یونیفرم کلیک میکنم. اینجا رو اولین متریال کلیک میکنم و مثل پنجره ها، هر متریالی که به پنجره ها دادیم، من برای درم همون متریالو در نظر میگیرم. و دوباره روی فلش کلیک میکنم. آوتساید کیسینگ، اینساید کیسینگ هم میتونیم براش در نظر بگیریم. خب قشنگتر میشه دیگه. پس من این دوتا تیکو میزنم و پاخورم که نمیخواد داشته باشه، پس دوباره روی این تیکه میزنیم. اینجا قسمت آوتساید کیسینگش میتونیم مثلا این عدد رو بزرگتر در نظر بگیریم. به جای 5 20 قشنگتره، یه قاب 20 سانتی بیاد روی دیوار بشینه. حالا به این عددش فعلا کاری نداریم. اینجا هم همینطور 20 و به بقیه عددا فعلا کاری ندارم. اینجا قاب بیرونی در رو میتونیم متریالش رو مشخص کنیم. تیک یونیفرمش رو بزنید و همون متریالی که به قبلی دادیم به اینجا همون متریال رو میدیم و اوکی رو میزنیم. خب یه در میخوام اینجا داشته باشم و یک در هم من مادیت توی حیاط داشته باشم. حالا من دیوار حیاط رو ترسیم نکردم. اینجا من کلیک میکنم، پشت به سمت بیرون و در به سمت داخل. اسکیپ رو میزنم، از اینجا رو در کلیک میکنم و اینو جا به جاش میکنم، میارم تا این نقطه و حالا دوباره مجدد جا به جا میکنم. 30 تا فاصله میدم از دیوار بیاد اینجا قرار بگیره. بیشتر از 30 تا میتونیم فاصله بدیم، یه مقدار بیشتر میارم چون احتمال داره اینجا ما ستون داشته باشیم. 10 تا دیگه من فاصلهش میدم. اینجا محل قرارگیری در ما میشه. بریم تو سبودی ببینیم چه شکلی شد. کلید او رو میزنم. اینم از در پارکینگ.
اگه دقت کنید این قاب بیرونی برای نما خوبه، اما برای داخل خوب نیستش. نگاه کنید سمت داخلش، داخل سقف ما رفته و از اینجا نگاه کنید این رفته داخل. پس ما نیاز به کیسینگ داخلی نداریم. انتخابش میکنم، اینجا ستینگ در رو باز میکنم و روی این فلش کلیک میکنم تا اینساید کیسینگ رو پیدا کنم. اینو حذفش میکنیم. از سمت داخل نیاز به کیسینگ نداریم، یا میتونیم بذاریم براش ولی ارزش رو کم در نظر بگیریم. در رو انتخاب کنید، اینجا این عدد رو 10 بذارید از این بالا که بخشی از این در تو رفته تر بشه نسبت به خیابون و این شکست ها خوب خودش قشنگ تر میکنه در رو. میتونید البته از این درهای کرکره‌ای هم استفاده کنید. اینجا ما باید دیوار حیاط هم ترسیم کنیم. از اینجا دیوار رو انتخاب میکنم، رو وال کلیک میکنم، از اینجا این گزینه رو انتخاب میکنم، چپ کلیک کنید نگه دارید تا دیوار ممتد انتخاب کنید. رفرنس لاین به سمت بیرونی حتما باشه. کلیک میکنم اینجا. ببینید روی خط چین باید دیوار رو ترسیم کنید، نه اون خطی که برای درز انقطاع در نظر گرفتی. یعنی این دیوار که میاد عقب به خاطر درز انقطاعه و زمین ما این خط چینه هستش. کلیک میکنم اینجا و کلیک میکنم اینجا، رایت کلیک، اوکی. انتخاب میکنم این دیوار رو، اسکیپ رو میزنم، این دیوار انتخاب میکنم، کنترل و شیفت جی رو نگه میدارم همزمان و این همینجوری که انتخاب هست از حالت گروه خارج میشه. بعد روی این خط رفرنس لاین کلیک میکنم و اینجا آفست ایج رو انتخاب کنم، اینو به میزان 20 میارمش بالا. این سمت هم همینطور این رفرنس لاین کلیک میکنم، آفست ایج رو انتخاب کنید و 20 بیاد بالا. همینطور که انتخاب هست ضخامتش 10.90 باشه، باید 20 سانت باشه یا حتی 30 سانت. اسکیپ رو میزنم و حالا ببینیم تو 3D چه شکلی شد. 3D او رو میزنم و اینم از دیوار حیات. روی گراند کلیک میکنم. اینجا هم مثل همین دری که اینجا گذاشتیم میایم قرار میدیم. از اینجا 2 متر پایین تر از اینجا هست از لحاظ ارتفاعی. پس یه رمپ هم باید اینجا طراحی کنیم و این دیوار باید ارتفاعش با دیوار این قسمت فرق داشته باشه. پس اینا باید 2 متر پایین تر بیان. پس این دیوار رو انتخاب میکنم، اینو انتخاب میکنم و این دیوار. قبلش این خطا رو میتونیم پاکشون کنیم چون بهشون احتیاج نداریم دیگه. این خطا رو من پاک میکنم، این خطم اینجا داریم، اینم پاکش میکنم. حالا این دیوار رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، این دیوارم انتخاب میکنم، این دیوار انتخاب میکنم و این دیوار و این دیوار کوچیکی که ترسیم کردیم. همه این دیوارا که انتخاب شد، اینجا ستینگ دیوار رو باز میکنیم، اینجا عدد منفی بهش میدیم، منفی 200 رو تایپ میکنیم، اوکی رو میزنم و حالا تو تیرید ببینید از خط زمین 2 متر اومد پایین تر. ما اینجا یه زیرزمین هم داشتیم. باید رمپی که اینجا میخواییم طراحی کنیم در واقع زیرزمین میخواد بره و پارکینگ ها قراره تو زیرزمین تعمیم بشه. این پارکینگ هم که اینجا تعمیم میشه، در ورودی پارکینگمون اینجا هستش. اینجا هم ما باید در ورودی لابی و آسانسور و راه پله رو قرار بدیم. روی طبقه اول کلیک میکنم، با این قطره چکون کلیک میکنم روی این قطره چکونه و این قطره چکون رو میبرم اینجا روی این در. هر وقت آبی شد کلیک میکنم و بعد میرم گراند کلیک میکنیم، موسو میبرم روی این دیوار، خوشیدش به این سمت باشه و این تا این انتها میبرم کلیک میکنم و به این سمت کلیک میکنم. یکم هم جا به جاش کنیم 10 سانت بره بالا، یه لغازی پشت در داشته باشیم. این دوتا درم بریم طبقه اول کلیک کنیم، رو قطره چکون کلیک کنید و برید روی این دره، موسو برید روی این دره. هر وقت در آبی شد، فلشش هم آبی شد کلیک کنید و برید طبقه همکف دبل کلیک کنید. حالا اینجا خورشیدش این سمتش رو ببرید وسط قرار بدید، حدودای وسط و کلیک کنید. 3Dش چه شکلی شد؟ اگه بخواییم فقط همکف رو ببینید، روی همکف دبل کلیک کنید، از اینجا مارکی رو انتخاب کنید، درک کنید این محدوده F5 رو بزنید. اینجا این شکلی داره در راپله رو میبینید، اینم در آسانسور. حالا یه درم برای لابی لازم داریم. دوباره رو گراند کلیک میکنم و در این قسمت هم از همین قرار میدیم. انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی این قطره چکون، کلیک میکنم روی این در و اینجا میام تا این انتها موس رو میبرم. خوشید
تصویرش به این سمت باشه و اینو به این سمت میارم. این تا این انتها نیومده، اول میاریمش تا این انتها و بعد جابجاش میکنیم 10 تا بره بالا به این صورت. خب بریم تو 3D ببینیم چه اتفاقی افتاد. به این صورت شد. خب الان میخوام دیگه فقط همکف رو نشون نده، همه طبقات رو نشون بده. توی حالت 3D که هستین یه بار دیگه F5 رو بزنید تا همه طبقات رو نشون بده، دیگه حالت سلکت شده همکف نباشه. رو منفی 1 کلیک میکنم از نویگیتر و اینجا اسکیپ رو میزنم تا طبقه منفی 1 یا زیرزمینمون رو دیواراشو ترسیم کنیم. از اینجا تریس رو روشن میکنم اینجا و روی این فلش کنارش کلیک میکنم، روی چوز رفرنس کلیک میکنم و ابا کارنت استوری رو کلیک میکنم، یعنی طبقه بالاشو ببینم تا بتونم دیوارامو ترسیم کنم. روی دیوار کلیک میکنم و از اینجا کلیک میکنم اینجا. ببینید عرض دیوارمون 10 سانتی هست، اینجا عرضش رو 20 قرار میدم و اینجا چون میخوام مستطیل ترسیم کنم کلیک کنم اینو انتخاب میکنم، از اینجا تا اینجا کلیک میکنم و زیرزمینم رو ترسیم میکنم. این قسمت یه مقدار اضافه داره، حالا درستش بکنیم. کنترل شیفت جی رو وقتی دیوار انتخاب کردین کنترل شیفت جی رو بزنید، بعد اسکیپ رو بزنید، کنترل رو نگه دارید کلیک کنید روی این اضافهش، کنترل نگه دارید کلیک کنید روی این اضافهش، همه اضافه هاش پاک میشه. 3D ببینیم چه شکلی شد. کلید او رو میزنم به این صورت شده. اوکیه. رو منفی 1 دوباره کلیک میکنم، کفش رو باید ترسیم کنیم. اینجا کفمون چون کف پارکینگ هسته باید متریال کف و یه جنسی انتخاب کنیم که برای پارکینگ مناسبه. روی اسلب کلیک میکنم از اینجا، از اینجا ستینگش رو باز میکنم و متریال رویش رو مثلا تایل قرار میدم. این زنجیرش رو بر میدارم، دورش رو هر دوشون رو استوکوی فاین قرار میدم، وایت فاین که سفید باشه دورش. اوکی میزنم و ضخامت کف رو هم 40 سانت در نظر میگیم، 40 تایپ. اوکی میزنم، از اینجا کلیک میکنم تا اینجا ارور انتخاب میکنم، کلیک میکنم اینجا روی کف، حتما باید این آهن رو باید روشن باشه، بعد کلیک کنم روی یکی از این لبه ها آفست آل ایج رو کلیک میکنم، 5 سانتی رو میارمش داخل، 5 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، اسکیپ رو میزنم. 3D شو ببینیم، اینم از کفش. اینجا الان باید یه بازشو داشته باشیم برای رمپ اینجا. دیگه ما اینجا براش در نظر نمیگیریم، یه بازشو میذاریم. پس برای ترسیم بازشو اینجا روی در کلیک میکنم، دور اینجا کلیک کنم، ستینگش رو باز میکنم و از قسمت امتی دور روی این کلیک میکنم، یک کدوم از اینا رو انتخاب کنم، این ساده رو انتخاب میکنم و از قسمت پریویو ان پوزیشن کلیک میکنم، اینجا ارزش رو مشخص میکنیم. ارزش میشه میتونه 3.20 باشه، ارتفاعشم 2.40 در نظر بگیرید و بقیهشون هم که 0. رو قسمت اوپنینگ کلیک کنید و اینجا آوتساید و اینساید و هر دو رو بزنید که یه قابی دورش در نظر بگیره. عرض این قابم 20 سانت در نظر بگیرید، یونیفرمش رو برای هر دو 20. و اینجا متریالش هم مثل متریال پنجره یا در قبلیمون، هرچی بر اونو گذاشتیم اینم همونو میذاری. پینت دارک گری. اوکی میزنم و میام اینجا، خورشید به سمت بیرون، کلیک میکنم به سمت داخل، انتخابش میکنم و به میزان 30 تا میارمش اینور. 3D‌شو ببینید، یه همچین قابی براش در نظر گرفت. اسکیپ رو میزنم، استوری 1 کلیک میکنم، منفی 1 کلیک میکنم و اینجا حالا دیوارای این قسمت رو ترسیم میکنیم. کلیک میکنم رو این دیوار و کلیک میکنم رو این خط رفرنس لاینش، روی اینسرت نوت کلیک میکنم، موس رو میبرم تا جایی که این مداد پررنگ شه، یعنی که شیفت رو نگه دارید روی همین خط که حرکت میکنید، شیفت رو نگه دارید، موس رو بیارید اینجا کلیک کنید، یه نقطه اینجا اضافه میکنه، دوباره روی این کلیک میکنم، اینسرت نوت فعال باشه، موس رو خود این خط یک حرکت بدید، شیفت رو نگه دارید، موس رو بیارید اینجا کلیک کنید. این دیوار باید 30 سانتی بشه، انتخابش میکنم، 30 رو تایپ و میتر رو میزنم و باید حالا دیوارهای بقیه رو ترسیم کنیم. میتونیم دیوارهای بقیه رو بریم از طبقه همکف کلیک کنم، اینجا با
قطره چکون بردارم، کلیک کنم رو این، کلیک کنم رو این و حالا بیایم استوری منفی 1، کلیک کنیم اینجا و از اینجا کلیک کنیم روی این گزینه، اینو انتخاب کنیم. جهت رفرنس لاینمون باید معکوس بشه، اینجا روی این کلیک میکنم، اگه فعال نبود اینجا کلیک کنید و اینو انتخاب کنید. کلیک میکنم اینجا، 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 تا اینجا و در نهایت تا اینجا کلیک میکنم، رایت کلیک، اوکی. یه دیوارم اینجا باید ترسیم کنیم. من همین دیوار رو انتخاب میکنم، اسکیپ رو میزنم، انتخابش میکنم، شیفت کنترل جی رو نگه میدارم، اسکیپ رو میزنم، این دیوار رو انتخاب میکنم، با ادجاست کلیک میکنم و ادجاست و کلیک میکنم پشت این خطه تا این به این برسه. حالا یه دیوارم اینجا لازم داریم، کلیک میکنم رو این دیوار، کلیک میکنم رو این خط معکوس رفرنس لاین، موس حرکتش میاد اینجا بیاد، موس حرکت میدم تا اینجا، کنترل میزنم، کلیک میکنم اینجا، این دیوارمون هم ترسیم کردیم. حالا بعد پله ها رو ترسیم میکنیم و در دوباره روی طبقه گراند کلیک میکنم، با این قطره چکون کلیک میکنم روی این راه پله، هر وقت راه پله رو تشخیص داد پله همونو کلیک میکنم و حالا میریم منفی 1 که ما این پله ها رو ترسیم کنیم. قبل از اینکه پله رو ترسیم کنیم حتما این دوتا رو روشن کنید که براش با نرده ترسیم کنه پله رو. کلیک میکنیم اینجا، موس رو حرکت میدیم به این سمت، 10 تا پله رو که کامل نمایش داد کلیک میکنیم و بعد به این سمت موس رو حرکت میدیم، روی لندینگ کلیک میکنیم، اینجا 5 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم و حالا موس رو حرکت میدم به این سمت، کلیک میکنم و حالا اینجا روی فلایت کلیک میکنم و تا جایی که میشه موس رو میبرم به این صورت. حالا باید تعداد پله‌های رفت و برگشت یکسان بشه، روی این خط کلیک میکنم، از اینجا روی این کلیک میکنم و موس رو تا جایی میبرم که این دوتا رو تقریبا با هم توی راستا نشون بده، باز کلیک میکنم تا اینجا بیاد، اینو میبریمش تا اینجا و الان پله هامون درست شد. انتخاب میکنم پله رو، 3D میکنیم اول فایلمونو و پله رو انتخاب میکنم من از اینجا و این نرده بیرونیشو لازم نداریم، اینو دیلیتش میکنیم، دیلیت او رو میزنم و میتونیم یه ذرم نرده ها رو هم اصلاح کنیم. نرده رو انتخاب کنید، استوری 1، اینجا نرده رو من انتخاب میکنم، روی رفرنس لاین نرده انتخاب میکنم، روی رفرنس لاین نرده کلیک میکنم، آفست ایج رو انتخاب میکنم، میارمش بالا به صورت عمودی، 5 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، بزنم میتونیم بیشتر، دوباره یه 5 دیگه میارمش بالا به این صورت، دیدیش میکنم تا ببینمش، کلید او رو میزنم، دوباره رو حالت طبقه منفی 1 رو فعال میکنم، انتخاب میکنم اینو و اینو یه ذره جابجا میکنیم، میاریمش به میزان 5 تا عقب که اینجا قرار بگیره، بعد اینم همینطور 5 تا میاریمش بالا بیاد بالا، اینم میبریمش اینجا، این پله را میاریم اینجا 5 تا میاریمش بالا، اینم همینطور، اینم میاریمش 5 تا اینجا، دوباره نرده را انتخاب میکنیم، یه ذره استرچ میکنیم، اینم از این سمت 5 تا بیاد روی کف پله بشینه، اینم از این سمت 5 تا بیاد روی کف پله مون قشنگ بشینه، اینجا هم بعد جابجا شه 5 تا بیاد این سمت که کج نشه، اینم همینطور 5 تا بیاد این سمت. 3Dشو ببینیم، خب دیگه درست شد تقریبا، او رو میزنم و کامل درست شد پله، پله رو کامل همه رو انتخاب میکنیم با نردش، کلشون رو انتخاب میکنیم با هم دیگه، کلش رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی این رفرنس لاینش از این پایین و از اینجا درگ رو انتخاب میکنم، میارم دقیقا روی این قرار میدم، یک کوچولو از اینجا جابجاش میکنم، میارم اینجا قرارش میدم، از این برم بعد یه ذره استرچ بیاد جلو، از این انتخاب میکنم بیاد تا اینجا، 3D میکنم و گرد او رو میزنم، البته تو این طبقه دیده نمیشه، استوری 1 رو فعال میکنم، مارکی رو انتخاب میکنم و F5 رو میزنم، کلید او به این صورت، میتونیم متریال کفای داخل باکس آسانسور را پلر هم تغییر بدیم، اینجا که کلا باید خالی بشه، اینجا رو انتخاب کنم، کلیک میکنم روی این اسلب و یه بار دیگه روی این خطش کلیک میکنم، این منفی رو میزنم، اینجا رو
خالی میکنیم از اینجا تا اینجا و میتونیم این محدوده رو هم خالی کنیم. یه بار دیگه اینو انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی این خطه، اینو انتخاب میکنم، offset edge رو اینو میبرمش تا اینجا، بعد میبرمش تا اینجا، از اینجا هم میبرمش تا اینجا. فقط نکته ای که هست این یه تیکه باید پر بشه، پس کلیک میکنم روی این خطه، insert node رو میزنم و اینجا میارم موس رو میبرم اینجا. حالا دوباره روی این خط کلیک میکنم و offset edge رو میزنم، اینو تا اینجا میارمش. برای این محدوده دوباره یه اسلب ترسیم میکنیم، هرچند توی زیرزمین ما باید کل این محدوده رو یه اسلب براش تعریف کنیم. روی اسلب کلیک میکنم، از اینجا روی استوری یک کلیک میکنم، اسلب رو انتخاب میکنم، باز میکنم و سطح روی اسلبم رو مثلا استون ماربل سفید انتخاب کنم، اوکی میزنم، اینو انتخاب میکنم، کلیک میکنم اینجا موس رو تا اینجا میارم، شیفت رو نگه میدارم و کلیک میکنم اینجا، مجدد کلیک میکنم تا اینجا و اینجا در نهایت هم میارم اینجا و اسلب رو ترسیم میکنیم. 3D شو ببینیم، اینجا ماربل سفید شد، اینجا هم که در واقع چاله آسانسوره که باید خالی باشه. روی استوری منفی کلیک میکنم، دیگه بعد درار رو ترسیم کنیم. روی گراند کلیک میکنم، از اینجا با قطره چکون روی این کلیک میکنم، منفی 1 رو فعال میکنم و موس رو میارم اینجا، کلیک میکنم این وسط. دوباره روی گراند کلیک میکنم، از اینجا با قطره چکون این در رو انتخاب میکنم و دوباره منفی 1 دابل کلیک، اینجا موس رو میبرم اینجا، این سمت کلیک میکنم، موس رو میبرم اینجا، هر وقت این تیکه اومد کلیک میکنم به این سمت. تنها تفاوتی که همکف داره این که در نباید به این سمت باز بشه، در راپله اینا باید به این سمت باز بشن، پس من در رو که انتخاب میکنم جهتش رو تغییر میدم، روی فلیپ میزنم و جهتش تغییر میکنم، اینم هم تو انتخابش میکنم، فلیپ رو میزنم به این سمت باید باز بشه. اینجا هم کف بود، جهت در رو عوض کردم. حالا اترایس رو خاموش میکنم که اینا رو خوب ببینید. کنترل اس رو میزنم، فایلم رو سیف میگیرم. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر اولین بار هم هست که ویدیویی از این کانال میبینید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید. به محض اینکه من ویدیوی جدید آپلود کنم شما متوجه میشید و میتونید تشریف بیارید ویدیوی جدید رو ببینید. سپاس.